تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوى. آغاز سوره یاسین. به لطف خداوند از اول قرآن تا سوره یاسین که اواخر جزء 22 هست، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم هر آیه چند دقیقه 4-5 دقیقه تقریبا تفسیر گفتیم. سوره یاسین در مکه نازل شده، 83 آیه داره و اسم این سوره هم به خاطر اولین آیه که یاسین هست سوره یاسین گفته میشه و در روایات به اسم قلب قرآن معرفی شده و طبق معمول سوره های مکی بیشترش راجع به عقایده. خب وارد سوره بشیم. آیه 1، 2 و 3 رو با هم بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم. به گفته روایات یاسین نام پیغمبر اسلامه. بسم الله را در همه سوره ها گفتیم به نام او که سرچشمه رحمت است، رحمت ابدی، رحمت عمومی و گسترده. به نام او یعنی به او پناه میبرم، به او ایمان دارم، به او عشق میورزم، از او استمداد میکنم. بی نهایت کوچیکم، باید وصل به بی نهایت بزرگ بشم. اگر قطره وصل به دریا شد دریا میشه. انسان دستش رو دست خدا گذاشت قدرت پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. یاسین ای پیغمبر و القرآن الحکیم، سوگند به قرآن محکم. حکیم یعنی آیه هاش حکمت داره، بصیرت و بینش میاره. یا حکیم یعنی آیه هاش استوار، سست نیست، احکمت آیاتو. به قرآن حکیم قسم، یعنی به قرآنی که همه کلماتش حکمت داره و به قرآنی که همه حرفاش استوار و پایداره و سست نیست قسم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قطعا تو از پیامبرانی. چون در قرآن داریم مطلقای که پیغمبر میگفتن، شاعر، کاهن، ساحر، مجنون، از جمله میگفتن که لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. خدا میگه انک لمن المرسلین، قطعا تو از مرسل و پیامبر فرستاده شده هست. علی صراط در مقابل هجوم، یعنی وقتی میگن لست مرسلا انسان باید دفاع کنه. انسان وقتی مورد تهمت قرار گرفت هم خودش باید از خودش دفاع کنه. به پیغمبر میگفتن انا لنراک فی سفاهه، تو سفیه و خودی، لیس فی سفاهه، دفاع میکنه از خودش. به پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی ولال، منحرف، فرمود لیس فی ولاله. هم باید خود انسان از خودش دفاع کنه، هم باید مردم از یک مظلوم دفاع کنن، هم خداوند دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی انسان در مقابل دلیوری مردم و تهمت ها و تحقیر ها هم خودش مسئولیت داره، هم مردم مسئولیت داره، هم خدا قول حمایت داده. لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. فرمود به قرآن قسم تو پیغمبر هست. علی صراط مستقیم، نمیگه اله، نمیگه فی صراط، علی یعنی سوار بر راه مستقیم هست. جالب اینه که پیغمبری که سوار بر راه مستقیمه دو برابر ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود. 17 رکعت نماز بخونیم، 10 رکعتش واجبه حمد بخونیم. تو هر حمدی هم واجبه بگیم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی ما در نمازهای شبانه روزی روزی 10 بار به خدا میگیم خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن. اما پیغمبر ما چون نماز شب بر او واجب بود دو برابر ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه پیغمبر علی صراط مستقیم بود. یعنی پیغمبری که سوار بر راه مستقیم بود دو برابر دیگران میگفت خدای من را به راه مستقیم هدایت کن. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که مسئولین فرهنگی حتی اولیاء خدا
نیاز دارن به اینکه خدا دستشون رو بگیره. پیغمبر سوار بر راه مستقیم بود، تسلط بر راه مستقیم داشت، اما دو برابر مردم میگفت خدایا مرا بر راه مستقیم هدایت کن، چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود. دو برابر ما اهدنا الصراط المستقیم میگفت، علی صراط مستقیم. خب برای یک برنامه موفق سه چیز لازمه: برنامه مدون، قرآن، مجری، مجری و مجری و رهبر آگاه، لمن المرسلین، راه روشن، علی صراط مستقیم. برنامه داریم و القرآن الحکیم، مجری داریم انک لمن المرسلین، راه داریم، علی صراط مستقیم. خب این میگه که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آیه دیگه داریم ان ربی علی صراط مستقیم. وقتی میگه ان ربی علی صراط مستقیم، ازورم میگه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی راه انبیا هم راه خداست. بریم سراغ آیات بعد، تا اینجا کافی. السلام علیکم و رحمت الله.